یه ویدیو سوپر سمی براتون انتخاب کردم. قصه از چه قراره؟ فکر کنم بار اوله که داریم یه همچین چیزی رو با هم نگاه میکنیم. دو تا اسنوکر باز خفن، دینگ و رابرتسون، این بار رو میز اسنوکر نه، روی میز پاکت بیلیارد چینی. حالا چینیناشو روی بازی به شما توضیح میدم که چه فرقی میکنه. قراره با هم دیگه توی مسابقه رسمی رقابت بکنم. بی معطلی بریم این رقابت جذاب و با هم نگاه بکنیم برای اولین بار. بریم ببینیم چه خبره. بچه هر موقع دیدین که صدای ویدیو نیست، قطعا بدونین که یا گزارشگر داره یا صدای ویدیو خوب نیستش و اینکه به بزرگی خودتون ببخش. اما بریم به سال 2016. چیزی که تایتل نوشته بود ایت بال قهرمانی جهان سال 2016، دینگ و رابرتسون که قطع به یقین کامل میشناسین. اما این میزی که میبینین تا من خودم خیلی برام جذابه و به قول الان خیلی زودم طرفدار پیدا کرد و خیلی خاص شد. ببینین هر کس مثلا این ندونه و خطای دید داشته باشه فهم میکنه این همون میز اسنوکره، اما میز اسنوکر نیست. سایزه ارزم با حضور گرامتون که پاکت بیلیارده، بی نهایت شبیه میزهای اسنوکر هستش، مثل میز استار. و اینکه این دیگه مثل پاکت بیلیارد نیستش که مثلا از خیم تدو بگم بزنی به کوشن مثلا بخوره به باند بیافته، دهنش خیلی تنگ تره، خیلی خیلی تنگ تره، نمیگم اندازه مثلا اسنوکر، ولی نه دهنش کاملا تنگه. و اینکه اصلا کلا بهش میگم پاکت بیلیارد چینی. حالا من خودم خیلی دوست دارم این میزو، هم روش بازی بکنم، چون این میز اصلا تو ایران نیست. خیلی دوستم، اصلا میزش هم استاره، چون اصلا جای دور میریم میز استاره. و اینکه قاعدتا هم تماشاچی ها مشخصه که توی چین هم داره این مسابقه برگزار میشه، دینگ هم که چینیه چه شبه. و همین، بریم ببینیم که قصه از چه قراره. ما یه 17 اون وسط میبینیم، احتمال زیاد فریم هاشونه و بازی ایت بال هم برای کسایی که بلد نیستن بازی بریک میشه. حالا الان ببینیم که وینر بریک هستش یا نه، یعنی کسی که برنده میشه بریک میکنه یا که نه. 17 فریم نوشته دیگه، چی به شما بگم. آها، موقعی که بریک میکنن توپا اصلا مهم چه رنگی میفته، وقتی بیفته این جایزه بهشون داده میشه که خودشون انتخاب بکنن چه توپی رو باید بزنن. قوانینش هم راستی همونه ها، همون ایتباله، توپا اعلامیه، چیزی به نام شانسی نداریم. یا بازیکن تک رنگ میشه یا توپای دو رنگ رو انتخاب میکنه. بعد از اینکه تمام توپاش از روی میز تموم شد میره به سراغ توپ ایتبال. میبینیم بچه توپا نمیفته، میز جالبیه، من خودم اینو خیلی دوست دارم. و توپ، حالا یه چیزی به شما میگی، بازیکن هر توپی رو اعلام میکنه. ببین توپی که مشخصه اعلام نداره، مثلا الان این توپو با این پاور کجا میخواد غیر از این کورنر بیفته؟ میدونی شوید میگم یه جایی هست معلوم نیست، یه جایی هست مثلا سه بار قرار توپ بخوره و برگرده بیفته توی پاکت، اونجا بازیکن اعلام میکنه. و اینکه توپی که مشخصه اعلام نداره. حالا بریم ببینیم که بازی قشنگه دیگه. اینجا همیشه ما یه دونه اسنوکر باز آورده بودیم روی پاکت بیلیارد، اینجا جفتشون اسنوکر بازن و قشنگ میشه قصه دیگه. فقط تنها ایراد این فیلم اینه که بچه چیز نیست دیگه، چه بهش میگن، صداش مشکل داره و الا که کیفیت عالی. بریم ببینیم که زور کدومشون روی این میز به اون یکی میچربه. نظر بازی که با هم دیگه هم لولن تو اسنوکر و هنوز بازی شروع نشده، برام بنویس که کدومشون میبره. و اگر هم نتیجه رو میدونی واقعا، فقط بنویس برام طرفدار کدوم تیم هستی، کدوم تیم، کدوم بازیکن هستی. اوکی، و خیلی راحت رابرتسون میزنه، هشتم میندازه. اگه یک بشه درسته بزنه. الان وینر بریک رو نمیتونم به شما تشخیص بدم چون فریم قبلی هم نمیاد کی برده، ولی الان یادمون هست که رابرتسون برده توی ایت بال
کیوبال رو روی خط مرکزی قرار میدن و بریک میکنن، اینطوری باعث میشه که بیشترین پاور رو بتونن به اون توپا 15 تا توپ بدن. بازی 8 بال کلا شما باید پلن داشته باشه، این اسنوکر دیگه، ولی این دیگه تا دینشو باید برنامه ریزی بکنی که چطوری بزنی. چیده میز سختی نیست. حالا هم اون توپ 14 اشتباه نکنم یا 12 دیدی بچه اعلام که با چوبش نشون داد، البته نیازی هم نبود واقعا که بخواد اعلام بکنه، ولی با چوبش نشون داد که کجا میخواد بزنه. اوکی، وینر بریک نیست و برنده پخش نمی کنه. نوبتیه به نظر من اینطوری یکم عادلانه تره، بخاطر اینکه انقدر بازیکنهای پاکت بیلیاردشون خوبن، طرف یا اون هم 17 فریم و حالا هم 17 فریم احتمالا باید ببره، یا که از 17 نمیتونه باشه، بذاریم جلو ببینیم چی میشه. فکر کنم باید 17 فریم رو ببره، ولی انقدر بازیکن خوب هست، ما فرضم بگیریم 17 فریم باشه، میاد 17 فریم رو میزنه، پخش میکنه، جمع میکنه، تمومش میره. این کم اوکی نیست. این میزا متاسفانه نیومد. خیلی به نظر من میزای جذابتری از پاکت بیلیارده برای منی که اسنوکر باز هستم، انگیزه بیشتری داره برای من که بازی بکنم روش و خیلی هم سخت در آینیاتون باشه. البته اینو میدونم تا اونجایی که آگاهی دارم بچه های پاکت بیلیارد باز ایران این مسابقات رو شرکت میکنم، مسابقات پاکت بیلیارد چینی، با اینکه میزش نیست، ولی خب تلاششون رو میکنن دیگه، بازی کن بازی رو بلده. حالا میره اونجا قلقه میزن بعد از یه مدت چون حرفه‌ایه به دست میاره. اوکی، ببین اینجا باید کنون میکرد باز کنه، اصلا اینجا الان باید اعلام بکنه کجا میخوره، چون امکان این که توپ بیفته این ورم هست و خاطر این بازیکن اعلام کنه. فکر کنم این فریم رو ببازه. آه، چه توپت ساده یا نزد، ولی خب ما نشستیم میگیم ساده، شاید رو بازیکن اونجا فشاره و نتونست بزنه. خب نکنی الان این کاملا ضربه اسنوکری بود، نیمیان یه لحظه بچه مطمئن باش که اعلام کرده بود. یه لحظه آدم حواسش فکر میکنه دارن رومیز اسنوکر بازی میکنن، میبینی خیلی شبیه. اینم از برند استار این میزا، من برند دیگه تا حالا ندیدم که این میزا این شکلی بزنه. میبینی بچه نمیفته. الان این پاکت بیلیارد بود 100 بار افتاده بود، هم قبلیه افتاده بود همین افتاده بود. و نمیفته کاملا. بچه مسابقه رسمی و جدی ها، فکر نکنی فان و سرگرمی ها. این توپ رو حتما باید اعلام بکنه بازی کن. آه، فکر کنم گذاشت دم پاکت. اینو دیگه میزنه دیگه قاعدتا دیگه رابرتسون اینو نزنه. اوکی، و حسم اینه که دارن با چوب اسنوکر بازی میکنن. آقا این چوبه که چوب بریکه، خب چوبای بریک اینو یادتون باشه معمولا سرای بزرگتری دارن، تهشو ساچمه میندازن که سنگینتر باشه، ولی من هنوز همچنان مطمئنم که چوبای دستشون چوبای اسنوکره دارن بازی میکنن، ولی توپای پاکت بیلیارده. بچه پاکت بیلیارد باز اگر کامنتی داشتن رو حرفم، یعنی اگر حرفم ایرادی داشت حتما بنویسن، چرا که نه. از بچه های ادیت هم تشکر میکنم، هم اطلاعاتشون خیلی خوبه که دل خود شما اومدین داری همکاری میکنین، هم بچه های فوق العاده گل، و اینکه این کانال رو بدونین که داره با یه تیم قوی با حمایت شما با لایک و کامنت و سابسکرایب داره میره جلو و دونیتاتون، دم شما هم گرم. بریم سراغ ادامه بازی. 3-1 رابرتسون از دینگ جلوه و اینم فریم 4.
گفتم دیگه بهتون این زر مثلا کنید بچه ها دینگ از بغل پخش میکنه سلیقه‌ایه نمیتونی بگی آقا غلطه یا درسته ولی الان نیفتاد قاعدتا وسط بیشترین پاور رو میتونی اضافه بکنی به 15 توپ ولی سلیقه‌ایه یه چیز نمیتونی بگی اه از بغل زدی بازی بلد نیستی مثلا فلان بسه باریکلا باریکلا چه جمعیتی هم میره چین برای دیدن این مسابقات واقعا عددشون نمیتونیم در بیاریم بگیم که چقدر مخاطب داره تو چین اینقدر جمعیتشون زیاده ببینیم که اوضاع میز از چه قراره آه یکم سوالی که من میپرسم آقا مثلا بیلیارد رو با چوب سنوکر بازی بکنیم ایرادی داره فلانی داره مشکلی داره ببین بعد از یک مدت نه اون یه دونه ضربه که میزنی توپهای پاکت بیلیارد به علت اینکه بزرگتر و سنگینتر هستش باعث تاب برداشتن چوب شما میشه و همین سادگی اینجا حتی میبینی بازیکن مثلا بریکشو میاد با چوب بریک این کار انجام میده ولی بازیشو با چوب سنوکر انجام میده با اون پاور سنگینی که اضافه میکنه اوکی 5-2 بریم به سراغ فریم بعدی حالا من نمیدونم بچه هم 17 ای که نوشته بعد 17 فریم ببرن یا نه من این هنوز سوال برای خودم حالا یکم به جلو متوجه میشیم که قصه از چه قراره رابرتسون همه جا خوبه پاکت بیلیاردش هم خوبه اوکی یه ضربه کنان خوب میزنه رابرتسون دو رنگه آره ولی میز سختی ها واه گفتم بچه که ضربه دوبلو یا دبلو تو پاکت بیلیارد بنک میگن ضربه پلنت البته باز پلنت رو هم روی چیز میگن روی اسنوکر میگن توی پاکت بیلیارد بهش میگن کومبو اون ضربه ترکیبی میشه چی شد؟ چرا درجا زد؟ آها اوکی فکر کنم ماسک هستش قطعا که با ساید این هم یادتون باشه وقتی که این تصلا توپش افتاد خطا شد ولی یادتون باشه که موقعی که توپ بعد از اینو یاد بگیرین خیلی آنها نمیدونن بعد از برخورد با توپ هدف باید به یه کوشن به یه باند برخورد کنه خیلی هم میگن آقا من 200 بار توپم خورده به باندها بعد خورده به توپ چرا خطا شده اصلا این مهم نیست همه باند هم بخوره کیوبالت مثلا بزنی کل همه این باندا برخورد کنه بعد بخوره به توپت هم باز مهم نیست فقط مهم نیست که بعد از ضربه توپ شما با کشن برخورد بکنه چرا؟ چون اونطوری میشه اسنوکر دیدی اسنوکر میتونی بچسبونی پشت توپ پاکت بیلیارد اینطوری نیست شما باید حتما توپت به باند چسبیده باشه
میز هچه نقطه هایی هم که الان نگاه میکنید، گفتم همیشه نقطه ها برای تیویه، برای کسی که دارن نگاه میکنن متوجه بشن که کیوبال چه چرخشی رو میز داره و چه افهی داره و وگرنه نقطه هایی روی کیوبال هیچ کاری انجام نمیده. جالب هم هست مثل پاکت بیلیارد توپ جمع کن نداره، این اسنوکر ریل داره، توپا میافته داخلش. رابرتسون یه رنگ واه اوکی قاعدتا یکو میزنه. بارکلا 6-3. توی بریک من ندیدم، خیلی کم اتفاقی دیدم که توی این بازی بتونم بازیکن‌ها توپ بندازن. چلا چه ضربه برشی زد برای میدل پاکت. خیلی دوست دارم بدونم که توی این قمار و شرط بندی و بتی که تیمه چین کرده بود همه شونم بودن بلا استثنا، دینگ کجای قصه بوده؟ من نمیتونم قبول کنم که اینا هیچ کدوم نبودن تو اصلا تیمی این کارو کردن، کار یه نفر دو نفر نبوده، تیمی این کارو کردن. آره کلا حالی فکرم این توپه رو داره آبیه کمرنگه چه 15. چون عددهای توپا رو هم پایین میتونید ببینید که چه توپایی هستش. نه دیگه اون توپو دیگه میشه انداخته، خیلی توپ سختیه. چون این مسابقاتی که توی چین برگزار میشه جایزه هاشون خیلی خوبه، اگر میبینی بازیکن ها میرن حضور پیدا میکنن پولای به شدت خوبی توی این بازی ها هست، ولی بیرون آوردنش کار حضرت فیله. توپار هم بچه یاد بگیرین که با باند میندازن، خیلی 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 زیاد کاربردیه، چه تو اسنوکر چه توی پاکت بیلیارد. تو پاکت بیلیارد 90% استفاده میشه، توی اسنوکر استفاده میشه ولی آنقدر رو خون بدم اونقدر نه. خب بکنم اوکی بستش، توپ 10 رو رسما با این کارش بست، قفل کرد یعنی یه جورایی. بابا باریکلا آفرین، عجب حرکت قشنگی زد، هم 10 رو آزاد کرد هم مشکی رو آزاد کرد. آفرین خیلی ضربه خوبی بود. همونجا استان نگه میداری درسته؟ بله باریکلا خیلی خوب بود، آفرین به این فرهنگ تماشاچی ها که بازیکنی که حتی چی میگن هم ملیتیشون هم نیست تشویق میکنن. خیلی خوبه، قطعا که فرهنگ سازی شده براشون این موضوع. آه نمیفته، همه توپا هست اوکی. آقا یه چیز به شما بگم، موقعی که دارین میز رو حالا کلریانس میکنین دارین میزنید، خب باید کار کنید تا آخرش بزنید. حالا چی میشه موقعی که یه توپت میمونه، چه توپ ایت بالت بمونه چه توپ آخر بمونه، به نفع حریفه. چرا؟ راحت همه توپا رو هم در اختیارش قرار دادی و میتونه ببینید حالا این اتفاق رقم میخوره، میز رو کلریانس بکنید تمام بشه بره، میزنید دیگه تا آخرش بزن دیگه، تمنک و حالا تا اینجاشو زدید
حالا بذار مشکلی نیستش، تو آخرش باید بزنی. ببین الان چقدر راحته، همه توپا انگار کاشته شده برای دینگ. آفرین. این برم یه توپ هفتو داره. اوکی، اول میخواد ترتیب میدل پاکتو بده، کار منطقی بود. یه خطی هم رو میز هست. آخه برای چیز نمیتونه باشه. بچه پاکت بیلیارد بود، من دیگه واقعا اون خط و اون وسط رو نمیدونم چیه. ناکنی ما لوگو 17 کجاست؟ لوگو میز کجاست؟ یه خطی هست، من فکر کردم چی میگم همینطوری یه خطه، ولی فکر کنم یه قصه اون خط اون وسط داره. من خطه رو تا حالا نهیده بودم. 99.9% میگم که برای چیدمان میزه که دقیق و درست جای تکراری میز رو بچینن، ولی خب این کار رو با یه نقطه هم میتونست انجام بدن. خط به این بزرگی و واضحی نمیدونم چرا انقدر بزرگ بر روی میز باشه. چندن 7-4. من فکر میکنم بچه اون 17 عددشه. یعنی فکر میکنم هرکی از 9 فریم ببره برنده بازیه، همچین حسی دارم. آره 99% همین رفقا، هر کس 9 فریم ببره است. اوکی، حتی تنها توپی که اعلام میکنن توپ 8 باله، بقیه توپ هم باید مشخص باشه، شانسی نمیتونم بزنم، ولی 8 بال رو اعلام میکنن. خب اینجا هم که خوراک رابرتسون چپ دسته. دوره میشه دورنگا رو ببینیم اوضاعش. اوه نیفتاد. دورنگا رو ببینیم که اوضاعش از چه قراره. یه میز از آره زاویه بالا نشون بده. ببین اوضاع احوال میز بد نیست، هیچ توپی گیر نیست. من فکر میکنم روی این میز پاکت اسنوکر بازها بتونن جواب بگیرن. فکر کنم مشکی رو یه کوچولو باز بکنه. اوکی باریکشالله، آفرین آفرین آفرین. شدن چند؟ شدن 7-5، درست میگم؟ 7-6. اوکی اوکی قشنگ شد. اول رابرتسون افتاد جلو، بعدش دینگ به قول معروف خوش رو رسوند. یه فریم هم دیگه ببره که مساوی هم میشن. بچه بنویسین طرفدار کدومشون هستین. لایک کامنت سابسکرایب هم فراموش نشه لطفا. خب میز از اون میزای گیر داره، هم دقیقا هم گیر میز همینجاست که الان داره رابرتسون زر میزنه. خب گره اونجا رو که باز کرد، دینگ دورنگه. خب میبینی طرز فکراشون هم چون چیزه اسنوکریه، میرم برای اسنوکر کردن و ماسک کردن که نشد. فکر میکنم موقعیت خیلی خوبی الان برای رابرتسون برای اینکه این فریم رو ببره. خب
اونو میخواد کجا بزنه؟ داره، احتمال زیاد میدل پاکت داره. آفرین آفرین، باریکلا باریکلا. 8-6 رابرتسون میافته جلو. چه عجب، یه بار توی بریک چی میگن توپو انداختن. این چیه؟ این چه سمیه؟ فکر کنم شبیه به میس کیو بود فکر میکنم، ولی نه چون داشت میخندید احتمالا میس کیو نبوده. بد زده ضربشو که بچه یادتون گفتم همیشه اینا هوش مصنوعی که نیستن، که نه انسان هم میتونن خطا بکنن روی ساده ترین توپ ها مثل همین توپ. آه اینجا هم شانس میاره، توپش نمیافته تو پاکت. دورنگ بود. خب خب خواه نه بالین هند. اوکی بالین هند میشه. بالین هند هم یعنی توپ اجازه داره بازیکن برداره و هر جایی که دوست داره قرار بده. اگر اول بازی باشه بعد توی یک سوم همون جایی که بریک کرده قرار بده توپو، و توپایی که توی یک سوم نیستن رو پات بکنه. بابا باریکلا، اگر اعلام کرده که قاعدتا اعلام کرده، دست خوش دست خوش. نه ایت بالو خوب نمیزنه، ایت بالو خوب نمیزنه. رابرتسون آبی رو میزنه. سراغ نارنجی. زرد. قرمز. و میزنه یا نه؟ میدل پاکت. میزنه. باریکلا. تمام تمام. باریکلا. خیلی قشنگ بود. باریکلا. خب رفقا اینم بود از یه بازی بیلیاردی قشنگ بین رابرتسون و دینک. خیلی خفن بود. من واقعا این بازی رو دوست دارم، بیلیارد چینی رو. و اینکه امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت کنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستون که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستون که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.